مصاحبه جدید گوگوش با علیرضا میبادی باز هم همه رو متعجب کرد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریشو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خانم گوگوش شب گذشته مصاحبه جدید و جنجالی با آقای علیرضا میبادی در یکی از رادیوهای مشهور فارسی زبان در امریکا داشتند. خانم گوگوش در این مصاحبه جنجالیش باز هم با حضور پررنگ و پرنقش نگار رها اعتمادی و همچنین کمک و بهتر بهتون بگم که آنتن رها اعتمادی ندا سعیدی حضور داشت و با علیرضا میبادی مصاحبه جنجالی داشت و در واقع باز هم با حرفای جنجالیش این بار یک شخص به خصوصی رو مورد توجه و مورد نقد قرار گرفت که گفته شده اون شخص عاشق دلباخته و عاشق دلخسته گوگوش هستش و همیشه به خاطر علاقه‌ای که به گوگوش داره گهگاهی حرفایی به نحو گوگوش و حتی بالعکس حرفایی به نقد از گوگوش و رها اعتمادی میزنه که خودش اعلام کرده همه این حرفای او و افشاگری های او از روی عشقی هستش که به گوگوش داره. اما امروز گوگوش اون شخص خاص و عاشق رو بالکل نابود کرد که در ادامه این ویدیو حتما میپردازیم به جزئیات صحبت های خانم گوگوش در این مصاحبه و حرفای انتقادی و جنجالی خانم گوگوش در مورد اون فرد مورد نظر که در واقع گوگوش یکی از مخالفان و بهتره بگم دشمنان اصلی این فرد هستش و اون فرد به شدت عاشق دلخسته گوگوش هستش. لطفاً تا آخر این ویدیوی جذاب حتما با ما باشید که خانم گوگوش این بار در مصاحبه جدیدش حرفهای بسیار جنجالی در مورد زندگی خصوصی خودش گفته. در این مصاحبه جدید و جنجالی خانم گوگوش که این بار با آقای علیرضا میبودی مجری رادیویی فارسی زبانان و ایرانیان در آمریکا بود، خانم گوگوش با حرفای جنجالی که در مورد زندگی شخصیشون زدند باز هم همه رو شوکه کردند و علیرضا میبودی با صوتی جنجالیش شاید همه رو خندوند و شایدم تیکه‌ای به رها اعتمادی زد که در واقع رها جایگاه خودش رو بدونه و بیشتر از این خانم گوگوش رو ازش سوء استفاده نکنه و اذیت نکنه. آقای علیرضا میبودی در ابتدا و شروع مصاحبهش از خانم گوگوش درخواست کرد که از زندگیش بگه، از اینکه در واقع چه بر سرش اومده و از خاطراتش بگه و از دوران تلخ و حتی دوران طلایی زندگیش بگه که خانم گوگوش در ابتدای صحبتهاش با خاطراتی از پدر و نامادریش که داشت حرفاش رو شروع کرد و گفت صابر آتشین پدر من هنرمند بزرگ و مردمی بود. من همیشه پدرم صابر رو به اسم کوچیک یعنی صابر صدا می کردم، نه پاپا نه بابا. البته ما ترک آذری هستیم و اگر قرار بود که از القاب پدر و مادر برای پدر و مادرمون استفاده کنیم قطعا باید پدرم رو پاپا صدا می کردم، اما من همیشه به پدرم صابر می گفتم. پدرم با زنی ازدواج کرد که متاسفانه همسر پدرم به شدت من و برادرم فریدون رو اذیت می کرد. در مصاحبه های قبلیم هم به این نکته اشاره کردم. متاسفانه بعد از مدتی صابر پدرم به همراه نامادریم من رو خیلی محدود کردن، یعنی از کودکی تا سن بلوغ به من اجازه معاشرت با هیچ کس و هیچ دوستی رو نمیدادن. حتی من یک دوست هم نداشتم که در دوران کودکی بخوام باهاش درد و دل بکنم. تا میتونستم کار میکردم و شبها وقتی میومدم خسته و کوفته بودم و نامادریم ازم بیگاری میکشید. اینها زخم بزرگی بود برای من و هنوز تأثیرش در روح و روان من باقی مونده.
به خاطر اینکه از دست محدودیت های پدرم و نامادریم فرار بکنم و اولین مردی که به هم پیشنهاد ازدواج داد در واقع پیشنهادش رو پذیرفتم و زنش شدم که بزرگترین اشتباه من بود. بله، من همسر محمود قربانی شدم، اولین مردی که به هم پیشنهاد ازدواج داد. نه اینکه عاشقش باشم، به هیچ عنوان عاشق محمود نبودم، اما به خاطر اینکه از اون خونه و از محدودیت‌های نامادریم بخوام فرار بکنم به پیشنهاد محمود قربانی پاسخ مثبت دادم. بعد از مدتی کامبیز به دنیا آمد و در واقع هر روز که با این مرد زندگی می‌کردم متوجه می‌شدم که چقدر من اشتباه کردم با این آدم زندگی کردم. اون بزرگترین اشتباه زندگی من بود. هرچی که بود یک تجربه بود، ولی من برای این تجربه بهای سنگینی پرداختم. حتی یادآوری اون خاطرات عذابم میده. خانم گوگوش این رو در حالی گفت که به شدت بغض کرده بود و اشک در چشمانش حلقه زده بود. گوگوش گفت وقتی یاد اون روزها میفتم که من به خاطر محدودیت هایی که از جانب خانواده‌ام داشتم تن به ازدواج با مردی دادم که هرگز عاشقش نبودم و باهاش اختلاف سنی به شدت زیادی داشتم عذاب میکشم. خیلی تجربه سخت و سنگینی بود، اما من با همین سختی ها و تجربه ها بزرگ شدم و در نهایت شدم الان. شدم گوگوش فعلی که مردم تاجیکستان اعلام کرده بودند ما حتی میتونیم گوگوش رو به عنوان رئیس جمهور قبول بکنیم. کافیه گوگوش بیاد در کشور ما و به عنوان کاندیدای رئیس جمهوری شرکت بکنه و ما مطمئنم به گوگوش رأی خواهیم داد و او رو به عنوان رئیس جمهور کشورمون قبول خواهیم کرد. من دردهای زیادی از زندگی خصوصیم دارم. محمود قربانی من رو نابود کرد و آقای علیرضا میبودی با اشاره خاص و طعنه برانگیزی به رها اعتمادی جمله ای رو به خانم گوگوش در مورد رها گفت که در واقع یک ضربه و سیلی محکم توی گوش رها از جانب علیرضا میبودی بود که در ادامه این ویدیو حتما در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد و میپردازیم به ادامه در واقع مصاحبه بسیار جنجالی خانم گوگوش با علیرضا میبودی. برای اینکه از صحبت‌های جدید و مصاحبه جدید خانم گوگوش مطلع بشید، حتما در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال حاشیه مدیا رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و در مورد خانم گوگوش لطفاً کامنت بذارید و همچنین نظراتتون رو در مورد ازدواج خانم گوگوش با رها اعتمادی برامون بنویسید که آیا شما با ازدواج رها اعتمادی با گوگوش موافق بودید یا جزو مخالفان ازدواج گوگوش با رها اعتمادی بودید، یا اصلا از فن پیج های خانم گوگوش هستید یا دوستدار خانم گوگوش هستید یا مخالف خانم گوگوش هستید. لطفا در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسید و منتظر منتشر شدن قسمت جدیدی از مصاحبه خانم گوگوش و همچنین منتظر ویدیوی جدید ما در مورد ادامه مصاحبه خانم گوگوش و طعنه سنگین و سیلی محکمی که علیرضا میبودی در این مصاحبه به رها اعتمادی زد در ویدیوی بعدی و جدیدمون باشید که با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کناریش به محض اینکه این ویدیو آپلود بشه شما جزو اولین نفرهایی خواهید بود که این ویدیو از مصاحبه خانم گوگوش رو میبینید. ممنون از همراهی همیشگیتون. لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم آمریکا، استرالیا، کانادا، سوئیس، بلژیک، آلمان، دانمارک و سایر کشورها و گروه های فارسی زبانان و حتی در گروه های فارسی زبانان در بین کشورهای افغان هم لطفاً شیر بکنید و همچنین تاجیکستان. لطفا منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید تا یک ویدیوی دیگه. شب و روز بر شما عزیزان خوش. ممنون از همراهی همیشگیتون.